ای نام تو بهترین سراغاز به نام تو نامک کی کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم هم نامه نانموده هم نامه نانوشته خانی از ظلمت خود رهایی ده با نور خدا آشنایی هم ده عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما بیننده های عزیز که افتخار می بخشین و برنامه امشب را برای دیدن انتخاب می کنیم. ما هم در این برنامه کوشش می کنیم که با موضوعات مختلفی که انتخاب می کنیم حد اقل به عنوان یک مشاوره در خدمت شما باشیم و مطمئنا منتظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما هم خواهیم بود در برنامه امشب به موضوع قهر و آشتی می که با شما صحبت داشته باشیم مطمئنا در بین خیلی از ماها دوستان رفقا همکارا خانواده حتی شریک زندگی ما همسر ما بارها پیش آمده که قهر کرده باشیم و آشتی بکنیم ای که دلیل قهرهای ما چیست و چرا باید آشتی بکنیم نکاتی است که در برنامه امشب به اتفاق مهمانان محترم برنامه با شما صحبت خواهیم کرد گاهی به دلیل یک رفتار ناشایست یک حرف نادرست یک حرف نامعقول یا یک رفتار, رفتار ناسنجیده دوستی از ما گلمند شده باشه همسنفی از ما آزرد خاطر شده باشه شریکی از ما دلشکسته شده باشه کسی از ما متنفر شده باشه تمام اینها باعث قهرهای میشه که خواسته یا نخواسته پیش میه اما ای که کدام یک از ماها در عذرخواهی کردن پیش قدم میشیم و در آشتی کردن پیش قدم میشیم برمیگرده به شخصیت خود ما ما شما مطمئنا خیلی وقتها شده که از خود ما حتی منتقد باشیم از دوست ما منتقد باشیم اما قرار نیست که یه انتقاد را با قهر کردن با پرخاش کردن و با ناراحتی به رخ بکشیم درست است اگر نقدی هست نقد سالم میتونه ما و شما را در مسیر راه و هدفی که انتخاب کردیم راهنمایی بکنه اما وقتی که هدف ما را نتونیم به همدیگه برسانیم بیان احساسات ما را با یک شکل غیر ملموس و قسمی که طرف مقابل از او برداشت چندگانه بکنه مطمئنا ما نه به هدف ما میرسیم نه به او مرام و مقصد و آرمانی که انتظارش را داریم که دیگرها در مقابل ما انجام بتن برسیم گاهی باید پیشتر عرض کردم منتقد خود ما باشیم صدایی که دائم با ما یادآوری بکنه که تو کی هستی چه کاره هستی در کجا قرار داری و چه باید می کردی و چه باید نمیکردی باید ها و نباید های زندگی بسیار بسیار اهمیت داره باید که انجام نشده و نباید که بار بار در زندگی ما تکرار شده اینا باعث میشه که قهر به وجود بیه و به دنبالش آشتی های خواسته یا نخواسته آشتی هایی که شاید به ظاهر به یک شکلی باشه و هایی پیش بیاید اما در دل خدای نکرده کینه و حسد و ناراحتی همچنان ادامه داشته باشه گاهی وقتا وقتی که میگیم انتقاد درونی از خود داشته باشیم اول انگشت ملامت را به طرف خود ما بکنیم ما تا چه اندازه انتقاد پذیر هستیم ما تا چه اندازه امو پیمانه صبر و تحمل و بردباری ما ظرفیت داره و چه وقتی ظرفیت سرریز میشه یا کاسه صبر ما لبریز میشه تمام اینها نشان دهنده امو شخصیت ها و رفتار ها و پرسشگری هایی است که ما میتونیم از خود با داشته باشیم در برنامه امشب به موضوع بسیار آشنایی که برای همه ما شما گهگودار اتفاق میفته خواهیم پرداخت یعنی قهر و آشتی بیشتر روی قهر عوامل قهر چیست و کیها باید پیش قدم شوند در آشتی کردن با شما و به اتفاق مهمانای محترم برنامه صحبتهایی را خواهیم داشت حالا رفت و برگشت کوتاهی داریم بعد از وقفه نه چندان طولانی با شما همراه بشیم لطفا با برنامه امشب همراه باشید خیلی خوش آمدید همچنان با ادامه برنامه امشب در خدمت شما هستیم تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه اگر میخواهید ذهن هوشمند فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشید پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید در این لحظه مهماندار هستیم با عبارت خیلی آمیانه چه مهمانی؟ مهمانی که با تخصصش، با صدایش، با چهرش و با هنرمندی گفتاریشان حتما آشنایی دارید دکتر جمشید رسا متخصص احساب و روان با کمال افتخار مدعوت میکنم تشریف دارن سلام بر شما سلام سلام خوش آمدید بفرمایید کمره های ما در اختیار شماست و صحبت های ابتدایی را با بیننده ها و سلام و مقدمه را داشته باشید شما زنده باشین خدمت تمام هم و خوب نازنینم سلام احترام تقدیم میکنم سلام. خدا کنه که خوب و خوش باشین و روزگار خوب سپری شود ان شاء الله جناب دکتر صاحب ما در رابطه با بحث قهر و آشتی که متاسفانه بین دو دوست بین زن و شوهر بین دو همکار در یک محیط بین دو ورزشکار در یک کلاب حتی با وجود می صحبت هایی را می داشته باشیم اصلا در نخست تعریفی از قهر و آشتی داشته باشیم کمی چه عوامل باعث از این میشه که انسان به قهر مبادرت بورزه یا به آشتی کرده قهر به معنای رنجش رنجش خاطر به معنای خشم به معنای قطع ارتباط می باشه در سطوح مختلف بعضی وقتی از یک ارتباطی که مثلا طرف چشم به چشم نمیخواد بعضی وقت گپ نمیخواد بزنه بعضی وقت تا کوچه را میخواد چپ کنه بعضی وقت تا به یک دشمنی تبدیل میشه و گفته میشه که یک نوی از خشم و عصبانیت است شما میفهمین که خشم یک احساس بد وقتی یک کسی مخالف میل ما کاری کنه مخالف خواسته ما مخالف اهداف ما مخالف ارزوی ما مو مانع شوه ما خشمگین میشیم از دستش ولی در مقابل خشمی که در درون ما شکل میگیره ما پنج تا را داریم یکیش تبدیلش به عصبانیت است که اونو دو، دشنام، غالمغال، شکستاندن، لطکوب که بدترینش است که متاسفانه وطن ما اولین انتخاب ما در اکثر موارد همیست که ناپسند است، نادرست است، غیر اخلاقی است دومش به نوی فرو بردن و قرد کردن خشم است که قبول نداره بخاطر میگن فرو بردن خشم مثل فرو بردن زهر است ها. یا مثل مثال بسیار سادهش مثل چای داغ است شما در مفرش چای داغ میگیرین دو تا را دارین یکی ای که توف کنین دوباره که به شن مجلس ناداره. خوب نیست ولی دومش قرد کردنش است که تا میده و رودا را میسوزانه که هم خوب نیست به عبارت بین دو سنگارد است دو سنگارد <applause> بنابراین امی قرد کردن خشم هم زیاد ترجیح نمیتن روانشناس ها که قرد کردن خشم آیستا آیستا را میبره به طرف نفرت آها. مثلا شما بعضی زن و شویار دیدین چوهر مثلا ظلم میکنه و خانم قرد کرده میره بالاخره نفرت میگیره از شوهر خود بعدش میه بعضی وقت حتی متاسفانه میبره ما رو به افسردگی به میخاطر یک تعریفی که بر افسردگی میتن میگه افسردگی برات از خشم فرو برده شده است و بعضی وقت متاسفانه به تفاوتی تبدیل میشه بعضی ها میگه شوهر چطور است میگه خاک در رنگش مقصد زنده است در بارش, با بارش گپ نزن, نزن. این به مرحله بی‌تفاوتی رسید کیرم باز برای خانم بر شوهرها یا هر کسی که ظلم میکنه بر خبر بر کسی باید بگویم که ما اینی حکومت دلها را از دست نباید بتیم خوش نباشیم بردلها. که ما ظلم کرده میریم و یک کسی تحمل کرده میره او در دل نفرت پیدا میکنه حکومت اصلی حکومت بر دل هاست که با محبت محقق سومش اینمی چیزی که ما به نام قهر کردن یاد میکنیم که یکی از نوع بدترش است که من میرم دروازه سر خود قلف میکنم نان نمیخورم یا که دیگر رو گپ نمیزنم دو تای مناسبش که کدام وقت برنامه خشم اصابانیت دو سرش گپ میزنیم بنان قهر کردن در یک بازی بسیار مرموز و پیچیده و بازی تباکنندی زندگی است متاسفانه از دوره کودکی میاد فریب فریب کاریس حالا جالب اینجاست جناب دکتر صاحب با... گاهی وقتها حتما ما شما در بین عوام و بین خانواده ها این مرسوم است که میگه قهر و آشتی نمک زندگی است بسیار امی من مکتی یک نمک زندگی به مشکل دارم خب نمک امروز شما از اصل میگن اما زهر و مم... زهر سفید میگن نمک ها. من امید برنامه های تلویزیون ما ها. صبح تا شان فقط برنامه های بیوده بتی و خنده ما والا خنده نمک زندگی است فشار مردم بالا بردی قدرم خوب نیست اندازه داره هر در زندگی نیست هیچ نمک زندگی نیست شوری زندگی است که خراب میکنه نه بو شوری شور نه بی, بی نمکی خرابش میکنیم بنا ما از دوره کودکی یاد میگیریم متاسفانه دیدین کودک قهر میکنه باز مادر بیا جان مادر بیا گل پدر قایده به که کودک قهر کرد پشتش نگردین که کودک یاد بگیره قهر کردن رای حل زندگی نیست ما منطق باید منطق داشته باشیم در زندگی خود بعضی وقتا هم یک گپ در قهر می باشم ما میخوایم ارزش مرزش خود پیش دیگر رو ببینیم چه ما میکنم, یا ما قهر میکنیم ببینم خریدار دارم یا ندارم یا کسی پشت من میگرده یا نمیگرده ولی در مجموع به نظر من یک عادت تفلانه یک کار غیر منطقی و یک عاملی که سردی و خرابی در زندگی بار میاره این به نظر من اینو یک پدیده است که لطفا دوستایی را از خود دور کنن و مزی زندگی را خراب نکنن و ای که چرا به وجود قهر اول زیاد گفته انتظار و توقعی بیشتر آها. آها. کسایی که زیاد توقع دارن زیاد قهر میکنن به می خاطر تا شما میفهمین یک مثال میتن میگم ما مو کت موترای معمولا موتر متکر میکنه که دم سرک ما نزدیک ماست موتری که یک سرک دیگه است یا در یک شهر دیگه است ما معمولا زیادت. ما با کسایی در زندگی خود قهر میکنیم که نزدیک است با ما در یک خانه هستیم توقع زیاد داریم یا در مسائل دوستی است دوم نبود ارتباط کلامی یا مهارت کلامی نداشتن مهارت ارتباطی نداشتن امروزه تحقیقات نشان تا زیاد اختلافات ما به خاطر موضوعات نیست به خاطر نوع بیانی است که ما میکنیم ب... بیان محبت آمیز و خوب و بلد نیستیم بازشتی برخورد میکنیم مثلا شما ببینید در زندگی روزمره ما جای تشکر جای لطفا جای یک کلام شیرین چقدر خالی است دقیقاً دقیقا. این در زندگی زناشویی ها بهتر است چند دفعه مثلا خود زناشویی از خود سوال کنه چند دفعه خانم از شوهر خود تشکر از کاری تو میکنی زحمتی که میکشی خانه تا باد. و چقدر شوهر زد... هم قدر از خانم که خانه تا با تشکر خانه رو چقدر خوب پاک کردی و چقدر لذت بخش, بخش از جناب دکتر صاحب وقتی که این تشکرها تبدیل به عادت روزانه هست. خان افراد خانواده بله. شد. شما فکر کنید که کلام شیرین باشه اما قدر شیرین میشه. دقیقا روش. شما فکر کنید خانم یک نانی را زحمت کشیده پخته کرده. حالا خوش مزه هست یا بد مزه است؟ یا حالا کم نمک است یا بی نمک است؟ یا کلا شور شده. اما شما قرار نیست که اشوری دیگر با تلخی پیشانی خودتان جبران بکنید. بله. شما همیره اگر تبدیلش کردین به یک شکل دیگه با شیرینی گفتار به تعبیر شما با حلاوت بیان و بیان کردنی که خب تشکر خانم زحمت کشیدی خیر ببینی خانه تو با... نمکش کم از بیار یه یه بعضی وقت به خدا خوشمزام می باشه اما امی مرد ظالم فقط لغمه نوز نمی جوام قرد کرده میره یک دفعه نمیگو بیچاره منتظر است می بگو خیر ببینی بنان بحث توقع هم هست بله در نظر بگیریم مهارت کلامی را یاد بگیریم بسیار کمک ما میکنه موضوع دیگه متاسفانه تحریک توسط دیگر هم دوست رفیقام تحریک ما میکنه مثلا بعضی وقت ماینه خانه میان جنگ و دوا داره که یادم بر ما سالگری ما نگرفته بود خوارخونده های ما برشان سالگره میگیرم او خوارک گلم امی که نان علال پیدا میکنه امی که دوستت داره امی که در بیرون خانه بر تو وفادار است صد تای سالگرد تبریک گفتن ها را میارزه به خدا اما ما ببینین شاید بر از خانه مهم نبود که سالگریش تبریک میگه نمیگه اما این چهار نفر خوندیش گوش اخر ما تبریک گفت و نگفت ما خانه مثلا یک کسی داریم کارا را میکنه تو کار خانه را سر خودت میکنه یک زندگی بسیار خوبه و به دست خود متاسفانه خراب میکنیم کمی اینجا میاد بگیریم باطن زندگی خود با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنیم این که در یک محفل عروسی یک کسی را خود خوب نشان میده که صاحب بفرمایید چطور این که در خانه چی میکنن فرق داره این که در عکس ما کل ما عکسای ما لبخند زدگی است ولی در اصل تو نیستیم در مفلا عروسی که لبخند عکس گرفتیم در اصل یگام قلمقال جنگم کرده بودیم ما قرار نیست با عکس لبخند زندگی خود مقایسه کنید نوع تحریک دیگران متاسفانه میتونه این تاثیرات داشته باشه و نبود اعتدال هم در زندگی متاسفانه یک تعداد ما زیاد افراط و تفرید میکنیم اصلا یک اصل طلایی که دین مبارک ما بر میگه میانه روی در تمام اختلالات روانی که شما تعریفش را پرسان کنین از نرم اصلی از اعتدال خارج شدن مریضی که کسی افراد میکنه یا تفرید میکنه متاسفانه طرفش میره و بعدش هم بگوییم که قهر کردن ها بر خود هم جنجال جور میکنه استرس بر ما ایجاد میکنه استراب ایجاد میکنه افسردگی نگاتیو تا تا پیش ما بالا میبره فکرای منفی در ذهن خود میایم در ذهنی خود متاسفانه بعضی وقت تو راست کیرم بر زن و بر دوستا بگیم که در محکمی ذهنی خود نرین چون ما در این محکمه خود خوب برات میتیم دیگه بعد مثلا مثال میگم زن شوهر یه مقالش میشه خانم میره دیگه خاک در سر از زی... انسانیتای مریض نمیفهمه ولی کارای خورده خودم ببین چی رقم میکنه دیگه سر آتش بر ازی ماندم روغن انداختم روغن انداخت کردم پیازه. کلش یک دیخ پختن است پیش خود تقسیم تقسیم میکنه برنج دیگه دا یک داختم این برنج دم دادم بعدش رو داغوری کشیدم این ظالم رو نمیفهمم اون طرف مو او میره که ما مثلا در کار خود خوب میگیریم جان مقابل متاسفانه بد سنجش میکنیم جناب دکتر سبب میشال خیلی کوتاه ما میخوایم رو بدانم که چی کنیم که همین قهر کردن و قهرهای زیاد افراد و تفرید کردن در هر کاری و خصوص در بحث قهر. تبدیل به یک عادت نشود اول خود ما که انسان با منطق و عقل قهر نکنیم یک عادت تفلان است از بازی های انسانی شما میفهمید روزه 36 بازی در روابط میشناسن امیر یکی از بازی های بعدش پس کنیم دوم یک چیز دیگه هم بگویم بر جان مقابل وقتی میبینیم یک کس قهر میکنه اهمیت ندیم کمو آدم بفهمه کمی قهر بی جای فایده نداره از دوری کودکی را تمرین کنیم تا کلانی متاسفانه بعضی وقت ما یک کس قهر میکنه میریم با وجودی میفهمیم اشتباه کرده میریم در صورتی که بله قهرش به جای است بریم مزرعه خواهی کنیم و اصلاح کنیم و حتی ما به خاطر زیاد دنبال آشتی کردن ها نیستم بعضی وقت متاسفانه آشتی کردن که از صدق دل و نیت پاک نباشه یک فرصتیست برای جنگ دیگه احا. شما نمونایش دیدین دیگه ای که از بنیت پاک وقتی ما که اشتباه میکنیم مثل و سالگیره هایی که بظاهر هست اما لبخند که, که... الان شام داریم رفتن داخل کعبه قسم خوردن فقط منتظر جنگ بعدی خود بودن ای ای اینا بحثای ایش. کلان هست سال از خورتا <تصفح> گپی است که ما نیت سال باید داشته باشیم ظرفیتی خوبی را داشته باشیم و بپذیریم که بله از پیش ما اشتباه شده مزرت میخوایم دلیلش چرا تو شد میره میره اسلامی کنم آماده جبران خساره است در این صورت است که میتونه واشتی کردنم که به معنای صلح کردن و دوباره سرگرفتن است و یک فضیلت اخلاقی است و متکافز جان میگه درختی دوستی بنشان که کام دل, دل بباره درخت دشم... نحال دشمنی برکن که رنج بیشمار را گپ آخری که نمایوش انجام شنج یک نامی بسیار خوب در یک سالگی سالگیری بچیش چیش برش میکنه که بچی گلم یک بهار یک خزانی یک زبستان یک تابستان دیدی دیگه, دیگه الا آخر تکرار است الا چیزی که در زندگی است محبت کردن است یک ارزش خیلی سپاس گذار از و شما جناب دکتر صاحب جمشید رسا متخصص اعصاب روان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین ما در لابلای برنامه یک تک بیت را گفتم میخوایم تکمیل بکنم و هم شما رو به خداوند بزرگ بسپارم نه به این شوری شور نه به این بینمکی نه به این قد رسا نه به این خیلی سهمی نبردیم از این وقفه کوتاهی داریم برمیگردیم با ما باشید سلام دوباره خدمت شما همراه های همیشگی برنامه امشب در بخش چیگپ های امشب به موضوع قهر و آشتی که موضوع برنامه هست با شما صحبت هایی را خواد داشتیم برای ما شما شاید خیلی پیش آمده باشه که با دوستان و اقارب خود قهر کرده باشیم آشتی کرده باشیم یا میانجی شده باشیم حداقل برای کسایی که بینشان اختلافی به وجود آمده به عنوان کسی که آشتی با وجود آورده باشه حالا چند نکته مهم برای آشتی یک احساسات یک دیگر را درک بکنیم احساسات وقتی که درک میشه یقینا ما شما خیلی راحت تر میتونیم که با آشتی فکر بکنیم و از قهر و ناراحتی دوری بکنیم دو مراقب جملات خود ما باشیم بازم این جمله را تکرار کنان میگم که در خیلی از کتاب ها آمده که جملات بیشتر از گلوله ها آدم کشتن شما وقتی که با کسی در ارتباط هستی همکارت، همسنفت، شریک زندگیت، فرزندت، همسرت وقتی که شما جملات خوب را میتونی به کار ببری و به جای استفاده از جملات خوب جملاتی که مناسب شخصیت خودت و مناسب شخصیت طرف مقابلت باشه از او استفاده نمی کنی. در عوض از جملاتی استفاده می کنی که باعث ناراحتی و باعث دلخوری از همدیگه یا شکررنجی بین خودتان میشه شه خیلی راحت از او جملات استفاده نکنیم سه مسئولیت اشتباه خود را بپذیریم اگر اشتباهی انجام دادیم اگر کاه کار سهوان غلطی را انجام دادیم بیایم با کمال شجاعت اشتباه خود را به گردن بگیریم و معذرت خواهی بکنیم و این معذرت خواهی کردن باعث از این میشه که همون شکررنجی هم دیگه به وجود نیه و اگر به وجود هم بده از بین بره و در قبالش مطمئنا آشتی را به دنبال خواهد داشت چار در مورد اشتباه خود توضیح بتیم اما بهانه تراشی نکنیم ما اشتباه کردیم درست ما این نقطه ضعف داشتیم درست توضیح میتیم در بارش اما ای که برش بهانه بیاریم که ما به خاطر از این اعصابم خراب بود که اینی رقم شده بود به خاطر از این خراب بود که این ای تو یک برخوردی شده بود فلانی این تو یک برخورد کرده بود با من تمام اینها بهانه هایی است که ممکن هست برای آشتی کردن یک مقدار فاصله را طولانی تر بکنند پنجم پشیمانی از خودمان نشان بدیم اگر کاری غلط و نادرست انجام دادیم که باعث ناراحتی طرف مقابل ما شده خیلی راحت خیلی راحت و با پیشانی باز مسئولیت اشتباه خود را به گردن بگیریم و به اصطلاح پشیمانی خود را نشان بدیم که ما پشیمان هستیم از عمل کرده ما ما خوش نیستیم که چون این یک برخوردی را انجام دادیم ششم انتقاد پذیر و منعطف باشیم اگر کسی به ما انتقاد میکنه و انتقادش را میدانیم که انتقاد درست و بجایی هست از خود ما انعطاف پذیری نشان بدیم نه که خدای نکرده در مقابلش جبهه گیری بکنیم در مقابلش موضع گیری بکنیم و امو حرفی را که زدیم روی اون پافشاری بکنیم و الا و بلا حرف خودتا درست بدانی و حرف طرف مقابلتا هرگز نه هفتم از قهر و آشتی کردن درس بگیریم هر قهری هر ناراحتی میتونه برای ما یک درس باشه چه کردیم که باعث قهر شد؟ درس است. چه کردیم که باعث شکست شد درس است با عبارتی حکما و بزرگان میگن که هر شکست پلیست برای رسیدن به پیروزی پس ما شما از قهرهای ما و از آشتیهای ما خوب است که درس بگیریم هشتم به دنبال برطرف کردن ناراتی ها باشیم نه فقط آشتی کردن یک وقت آشتی میکنی قر کردی آشتی میکنی اما در صدد از این نیستی که امون ناراحتی را که با وجود آمده بود از بین ببری که دیگه او اتفاق نفته صرفا آشتی کردن مهم نیست صرفا که خب گذشت کردیم و تمام شد مهم نیست قر کردی با دنبال دلایلش باش راه حل هایی را برایش پیدا بکن اما درسم ازش بگیر هر قهر و هر آشتی میتونه برای ما شما یک درس باشه نکته بعدی را که خدمت شما میخوایم بگویم یه از که اعتماد از دست, از دست رفته را باستازی بکنیم گاهی وقتا ما به قدری به خود ما به کار ما به توانمندی ما مغرور میشیم که اعتماد به نفس کاذب بر ما میده گاهی وقتا ما اعتماد خود را خود ما از دست میتیم وقتی خودت به خودت اطمینان نداری اعتماد نداری چطور انتظار داری که دیگرها به خودت اعتماد بکنن اطمینان بکنن به همین خاطر اگر میخوای که قهر و آشتی قهر زیاد طول نکشه و آشتی دوامدار شوه اعتماد از دست رفته خودت هم به خاطر همون ناراحتی کوچکی که باعث قهر شده والا آشتی کردی او را از دست نده اعتماد بسیار مهم است که ما و شما جایگاه اعتماد را برای خود ما و برای اطرافیان ما محفوظ نگه بداریم حالا چگونه دو نفری که با هم قهر کردند جنگی داشتند ناراحتی بینشان به با وجود آمده اونا را آشتی بتیم فرستوار میگم یک هر دو طرف را همراهشان گپ بزنیم و آماده بسازیم برای آشتی کردن حرفایی که از هر دو طرف میشنویم با قسمی منصفانه با طرف مقابل بیان بکنیم که او کدورت و ناراحتی از بین برد دو مواد لازم برای ایجاد یک فضای عاطفی را به وجود بیاریم فضای عاطفی زمانی به وجود میاد که شما کینه و حسد و عقده و نمیفهمم ناراحتی را دیگه کاملا از بین برده باشی برای آشتی دادن دو نفر دیگه سه آرامشی را ایجاد بکنیم تا دو طرف برای بخشش همدیگر آماده شود نه ای که بر روی همدیگه خدای نکرده بعد از صحبت شما شمشیر بکشند و نکته پایانی زمانی که همدیگر را بخشیدید دیگر از گذشته یاد نکنید و فرصت بتین تا صحبت های دوستانه با همدیگه داشته باشید اینا مواردی است که اگر قرار کردیم و در صدد آشتی هستیم یا اگر دو نفر بینشان قهری به وجود آمده و ما به عنوان میانجی میخواییم که اونا را آشتی پرتیم به تعبیر آمیانه این نکاتی هست که باید در نظر داشته باشیم رفت و برگشت کوتاهی داریم باید ادامه برنامه همراه باشیم خوش آمدید در بخش پایانی برنامه امشب قرار داریم با موضوع قهر و آشتی که از ابتدا تا حال در خدمت شما بودیم و ما تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه اگر میخواید ذهن هوشمند فکر توانمند و زندگی سعتمند داشته باشید پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید در لحظه مهماندار هستیم برادر عزیزم اسدالله سعید محقق علوم اسلامی خیلی زیاد خوش آمدید بسیار تشکر سلامت باشید سلامت باشید صحبت های نخست و گفتگویی که حتما در رابطه با بحث برنامه آشتی و قهر یا قهر آشتی که متاسفانه به یک پدیده شیر و شکر به عبارتی یا نمک زندگی یا تلخی زندگی یا شیرینی و اصل زندگی تبدیل شده صحبت های ابتدایی شما را بخواهیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله بعد بسیار جا تشکر از برنامه خیلی خوبتان و مفاهیم و عناوین معنادار را که شما برای برنامه خیلی خوبتان انتخاب میکنین که به درد اجتماع و فرهنگ ما میخوره دقیقا جناب کاظمی سای وقتی ما شما مفهوم آشتی را با تعلیم دینی خود یک سر میتیم میبینیم که در اینجا در زیل اصطلاح آشتی در دین مبین اسلام ما شما کلمات مترادفی که برش داریم صلاح هست، اصلاح هست. و بالاخره مصالحه است میان انسان ها و الله متعال در قرآن کریم جای جای به اینمی اصطلاح یک تچ و تماس میگیره و همچنان تعالیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلام را ما شما وقتی که میخوانیم مطالعه میکنیم بحث آشتی بحث مصالحه و صلح و اصلاح در میان انسان ها یک بحث محوری و کلیدی است ما شما وقتی که اسلام را مطالعه میکنیم در میابیم که هر آن چیزی که بتوانه اصلاح را و آشتی را و مصالحه را میان انسان ها خدشدار بکنه خداوند او را حرام قرار داده هر آن چیزی که به نحو رابطه را همزیستی را و مسامحه را میان انسان به مشکل و چالش مواجه بکنه خداوند او را حرام قرار داده مثلا ببینید موضوع غیبت را خداوند مو... غیبت را حرام قرار داده ولا یقت بعدکم بعدا چرا به خاطر کی باعث تشنج میان انسان ها و خانواده ها و جامعه میشه شما تجسس نکنین ولا تجسسو چرا به خاطر که ممکن باعث درگیری و خشم و قهر و نارضایتا شوه یا مثلا القاب زشت را یاد نکنین ولا تنابزو بالالقاب همدیگر را با القاب بد صدا نکنین چرا ممکن این فضای آشتی را میان شما از بین دوباره مقدر بساز امیجا و فضایی که همزیستی در اونجا باشه و یا هم تمسخر نکنین هم دیگر را چیزهایی است که فرامین خیلی زیاد است خصوصا در سوره حجرات که الله به او اشاره کرده نان هر آن چیزی که هر آن عملی گفتار کرداری که انسانها را به تشنج و خشم و قهر و غذب و جنگ و درگیری مواجه میکنه الله متعال در قرآن کریم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیثش اونها را حرام و منع قرار داده درست. ما در یک از احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که میفرمایند روزهای دوشنبه حدیث صحیح است روزهای دوشنبه و روزهای پنجشنبه اعمال انسان ها به طرف الله متعال عرضه خداوند متعال اعمال انسان ها را میگیرند اینجاست که اگر کسی با الله متعال شرک نوازیده بود و اگر دو نفری که با هم دیگر درگیری و منازعه نداشته باشند خداوند برشان استغفار میکنه یعنی در اینجا یک استثناء رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار داده کسی که استغفار بکنه خصوصا روزهای دوشنبه خصوصا روزهای پنج شنبه که اعمال به نزد الله متعال عرضه میشه خداوند استغفار و توبه و بازگشت اینها را قبول میکنه الا دو نفر فرد اول کسی که مشک بوده باشه فرد دومی که با برادر مسلمان خود منازعه داره که نداره عداوت داره و با او سر دشمنی داره البته این دشمنی کاش که اثر یک چیز باشه که بخاطر عدالت خواهی بوده باشه به خاطر اخلاق بوده باشه با یک مسئله للهیت به او مطرح باشه نه به خاطر مسائل شخصی به خاطر مصلحت شخصی به خاطر منفعت شخصی بیان یک مسئله بسیار خطرناک است یعنی وقتی ما از آشتی صحبت میکنیم وقتی ما از مصالحه بین مردم ها صحبت میکنیم این چیزی نیست که تنها با دنیای ما سر کار داشته باشه این با آخرت ما هم تماس داره با زندگی ابدی ما هم تماس داره اگر ما انسان های خوبی در این دنیا نبودیم اگر ما رابطه خیلی خوبی با برادر مسلمان خود در این دنیا نداشتیم طبعا که الله متعال هم از ما راضی نیست دلست. و در جای دیگر ما شما میبینیم که دروغ یکی از گناهان بسیار کبیره هست. دلست. ذب و دروغ از گناهانی است که انسان ر به نزد خداوند متعال خار و ذلیل میکنه ول بهخاطری که مسئله اصلاح و مسئله آشتی میان انسانها بسیار مهم و اساسی است رسول اکرم صالهلهوسلم در جای میفرماید که لیس کذاب یا لا کذاب من یصلح بین الناس دروغگو و کذاب نیست کسی که میان انسانها آشتی را برا مندازه دروغ, دروغ میگوید بله. اما چون دروغ به خاطر مصلحت میان دو فرد است این دروغگو حساب نمیشه بلکه به نحوه ترغیب شده تشویق شده و حدیث هم صحیح است که بخاری و مسلم روایت میکنه سندش معتبره خیلی هستم جناب سعید صاحب ما در دین مقدس اسلام داریم که اگر مسلمانی از مسلمان دیگه سه روز کینه به دل بگیره و به با قهر باشه بله و در صدد آشتی کردن هم نباشه نمازش روزش و اعمالش پذیرفته نمیشه و حتی داریم که در برخی از روایات که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که اگر بیشتر از سه روز این قضیه دوام بکنه گویا از امت من نیست جناب کاظمی صاحب شما به یکی از احادیث بسیار معتبر و مهم رسول اکرم صلی الله علیه و سلام اشاره میکنید حدیث درست است معتبر است و روایت های هر دو منابع اینجا روایت میکنه آن چیزی که ما نزد خود داریم رسول اکرم صلی الله علیه و سلام میفرماید که حلال نیست برای مسلمان که با برادر مسلمان خود بیش از سه روز قهر بکنه و این قهر قهر است که بساس یک مسئله عادی است به یک مسئله منفعت شخصی است یا یک جنگ از درگیری است حلال نیست ولی در ادامه پیامبر علیه الصلاه و السلام یک نقطه بسیار جالب را اشاره میکنه و او است که بهتر و خیر و بهترینشان کسی است که اول آغاز میکنه آشتی را یعنی بسیار نقطه بسیار جالبی هست بعض وقتا ما آیا که خود فکر کردیم من حیث یک انسان مسلمان که در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک انسان خوب باشیم بهتر باشیم خیر باشیم یا در نزد الله مطال یک انسان خوب باشیم ما فکر میکنیم که امی خیر بودن و خوب بودن تنها بر نوافل است تنها به تلاوت طبعا به این چیزها هم است اما موارد دیگری هست که در جامعه ما متاسفانه ما کاملا آن را متروک گذاشتیم کاملا آن را ترک کردیم ولی پیامبر علی اسلام میگه که بهترین نشان کسی است که اول آشتی میکنه بهترین نشان کسی است که اول سر سخن را باز میکنه عذرخواهی میکنم که صحبت شما را قطع کردم گاهی وقتا در جامعه سنتی که ما زندگی میکنیم و از یک طرف نام مسلمان بودن را هم یدک میکشیم دلی. اما متاسفانه برخلاف دساتیر دین مقدس اسلام باورهایی که وجود داره به یک شکلی از اشکال ننگ میدانیم که ما پیش قدم شویم در آشتی کردن دل. و عذرخواهی کردن دل. دین مقدس اسلام چقدر تاکید کرده که پیشقدم شوید و این پیشقدمی چقدر سود میتونه برای خود فرد و اطرافیانش و طرف مقابلش داشته باشه اگر ما بخواهیم یک مسلمان باشیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را بهترین انسان ها گفته خود ما باید شروع کنیم و متوجه باشیم جناب استاد کاظمی که بعضی وقتها اگر ما خود ما با کسی با برادر ما با همسایه ما با یک همکار ما در دفتر آشتی نمی کنیم این نتیجه از استکبار میگیره این نتیجه از تکبر درونی ما میگیره و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می که من تواضع لله رفعه هر کسی که تواضع بکنه هر کسی که خوشتنداری بکنه خاکساری بکنه خداوند رفعتش میده خداوند جایگاه بلند را نصیبش میکنه و گذشته از این میخواستم به یک نقطه مهم دیگر هم که اشاره بکنم بیشتر با به نحوه گفتیم که فکر میکنیم عبادت و چیز که مار به اللهمتال نزدیک میکنه تنها نوافل باشه حال انکه رسول اکرم ص اههوسلم موارد دیگریرا نشان میته که به مراتب از نوافل کرده شاید جایگ مار به نزد اللهمتال بهتر و قویتر بسازه مثلا ابودردا راه روایتی ک منصوب به ابو داد است روایت میکن ک پیمبر عله اللا واسلام فرمود علا اخبرکم بافضل من سیام و سلات و صدقه آیا شما را خبر بکنم به چیزی که از نماز کرده مراد نماز نفلی است از صدقه کرده و از قیام کرده که شب یک نفر تحجد میکنه و روز روزه میگیره از اینها کرده به نزد الله افضل و بهتر هستند آیا شما را به چنین چیز خبر بتون؟ صحابه گفتن بله یا رسول الله چرا نه ما را خبر بتیم میخوایم آگاه شویم پیامبر علیه السلام بهش گفتن که اصلاح و ذات بین میان همدیگر اصلاح بیارین میان همدیگر آشتی بیارین همین کلمه آشتی که ما و شما در فارسی استفاده میکنیم صلح که در پشتو اکثر بله، بله، استفاده بله، بله، میشه این کلش در ادبیات اسلامی برش اصلاح ذات بینی میه که میان دو جناح یا دو فرد یا دو گروه ما و شما مصالحه را میاریم پیامبر علیه الصلاۃ و سلام وقتی که به طرف مدینه منوره هجرت میکنه اولین سنگ بنای را که میگذاره سنگ بنای آشتی هست میان دو قبیله که خون همدیگر تشنه بودن قبیله اوس و قبیله خزرج اینها به حدیکدیگرر می کشتند که در قتل همدیگر به یکدیگر شعر میسرودند که ما شمار آنقدر کشتیم و جنگ میکردن اما پیمبر علیه اللا واسلام در اولین فرمانشان بین نشان همدیگر پذیری ر و مواخات ر عهد برادری ر انداخت و اولین فرمانشان ای بود که یا اهالناساسا الطعام واسلو واسلو و الطعام وسلوا الأرحام وسلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام ای مردم افش السلام بین هم دیگر سلام را افشا کنین بین دیگر سلام بتین جناب استاد کاظمی یک مسئله عادی نیست بعضی وقتا فقط به کسی سلام میتیم که میشناسیمش یک همسایه مگه باشه باش او باید سلام بته اگر هم تکبر داخلی که ما داریم باید او سلام را شروع کنه پیامبر میگه شما خودتان سلام را شروع بکنین و اطعم الطعام یک کسی که طعام نداره بر شما طعام بتین امی مسئله سلام یا ای که ما بر اشتعام میتیم وسیل الارحام صلی رحمه بجا بیارین شما و نماز بخونین و تدخل الجنت به سلام این راه هایی است که ما را به جنت میبره خیلی سپاس. ما بعضی وقتا متاسفانه یک نفر است تحجد میخوانه نفل میخوانه ولی دو برادرش با هم دیگر جنگ داره عداوت داره ایخه نمیکنه که گپ خیر در میانشون بگویه فکر میکنه میگه اگر من خوب بودم دیگر را من غرز نمیگیرم اما تعالیم دین مبین اسلام به اینمی سراحت داره که تنها به این کفایت نکنیم که ما انسانهای صالح باشیم و بس مسلح باشیم اگر میبینیم که دو نفر با هم دیگر مشکلات داره مشکلاتشون رو باید رفع بکنیم و در بحث مدیریت امروزی یا لیدرشپ که است این بحث بسیار مطرح است امی کانفلیکت ریزولوشن یا حل منازعات که است حل منازعه امی منازعه چی وقت به وجود میاد کانفلیکت چی وقت به وجود میاد وقتی که لک اف ترست باشه درست است وقتی که اعتماد میانی دو جناح نباشه وقتی باشه. که اعتماد نباشه خود به خود منازعه و جنگ و این اعتماد اگر بین زوجین نبود بین برادر نبود بین همسایه نبود بین کشور نبود بین دو قوم نبود خود به خود راه را به طرف جنگ و دهشت و بلپری باز میکنه سلامت باشید خیلی خیلی سپاسگزارم از شما برادر عزیزم جناب اسدالله سعید محقق علوم اسلامی که در این بخش با ما همراه بودید و صحبت های عالی از نگاه و از دریچه دینی با ما و بیننده های ما شریک ساختید. خیلی سپاسگزار هستم. و همچنان از شما بیننده های عزیز هم خیلی سپاسگزار هستم. پایان سخن این که افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. تا فردا شب های دیگر و امشب های دیگر حق نگهدارتان پاینده باد افغانستان و نابو با دشمنی